سلام به موزیک بازی خفن، چطور مترین؟ خیلی 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 خوش اومدین به کانال یوتیوب خودتون، کانال مستر چک. توی این ویدیو میخواییم بریم سراغ فری استایل جدیدی که قول داده بودم از پوتک، یعنی جدیدترین، یعنی همین الان اومده، همین الان که نه، دو سه ساعت پیش اومده. میخواییم بریم ببینیم که چجوریه و چی خونده. 10 دقیقه است، چون تایمش خودش بالاست دیگه من زیاد حرف نمیزنم، بریم که بشنیم. فقط قبلش اگر دوست داشتین ممنون میشم که سابسکرایب بزنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، قرمزه بشه خاکستری و زنگوله کنارش هم بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بزنید که سابسکرایبتون نپره. دمتون گرم، میریم که ببینیم چه خبره. 1 2 کار عشق همین بود، رو بودن دل، خیلی چیزا تقدیم میشد از باطل بودن. شروع نشده که من یکی نفهمیدم جوونی یعنی چیه، راست بچگی رسیدم به کهولت سن. الان تو اوج چرا، آها اینتروه. آقا این سیمپولره رو مخ منه، هر کی میخواد هر چی بگه، این رو مخ منه، این چرا ببرتش. ای هاردم، با اینکه مثل همیشه به تموم تنها، کارتون رو زمین، کف زیر سرش، چشماش غمگین. ها فازهای مختلفو داره چیز میکنه، این تا الان 3 تا فاز رفته، 3 تا سر. کیسه رو تنش، حال جسمیش بد، روحیش بدتر، هوا سرد بود، دستاش سردتر. درود به همگی بچه ها، به چنل گل خوش اومدید. امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید، هر جا هستید موفق باشید و سلامت. امروز و پولدار، من دو تا یه قول داده بودم واسه 20K شدن، یعنی گفتم اگه 20K شدن سابسکرایبم به 20K برسه ابروهامو میزنم، که نزدم. اوه. نباید میزدم دیگه. چه چیزی تخیلی گذاشته بود. ولی در عوض یه دونه نظرسنجی گذاشتم توی کامیونیتی کانالم، گفتم که فریستایل برم یا ابرومو بزنم، که بیشترین رای به فریستایل رسید. خیلی ممنونم ازت. حالا من فریستایل آماده کردم، 3 تا فریستایل از 3 آهنگ متفاوت که میخوام امروز براتون بخونم و امیدوارم که خوشتون بیاد. این فریستایل ها تکستاش در حد آلبوم نیست، ولی در کل فریستایل مخصوص یوتیوبه، به خاطر قولی که به طرفدارام تو یوتیوب داده بودم. خیلی هم پیگیری کرده بودید و منم زیر قولم نمیزنم، فقط داشتم آمادش میکردم دیگه. ماکروفر که نیستش که همون لحظه در بیاد. و اینکه همین، قبل از هر چیزی یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه جدید اومدید تو یوتیوب من، لازم نیست خیلی سریع سابسکرایب کنید، چند تا ویدیومو ببینید دیگه، میتونید برید تو کانال من قسمت ویدیوز و ویدیومو ببینید. اگه فکر کردید با من حال میکنید، خوشتون میاد، سابسکرایب کنید. راست میگه، این کار رو برای منم انجام بدین. دمتون گرم، خوشم اومد از دیدگاهش. و مهمتر از هر چیزی، ما داریم میریم به سمت 30K و ازتون خواهش میکنم دوستاتون رو دعوت کنید، حتما بیان تو یوتیوب فالو کنن، سابسکرایب کنن، ببینن حتما ویدیوها رو. دمتون گرم. امیدوارم که یوتیوب تو ایران دیگه فیلتر نباشه، مجبور نباشه ما VPN یوتیوب فارسی رو با هم دیگه روش بدیم. اتفاقا سر یوتیوب بیادش. خب بچه ها، 3 تا فریستایلی که تو این ویدیو قراره با هم دیگه ببینیم که من بخونم براتون، 3 تاشو بیتشو لیدر بیت زده. یکی از توی اون دوتا بتلی هم که از پوتک گذاشتیم بیتاشو لیدر بیت زده بود. بابا این سیم کولر رو مخه. از استعدادهای خوب، مطمئنم اسمشو بعدم بیشتر میشنوید، خیلی تو آهنگسازی حرفه‌ایه. 3 تا موزیک اون برام آماده کرده، همینجا ازش تشکر میکنم. آدرس چنل و اینستاگرامشو میذارم این پایین. کسایی که میخوان بیت بخرن با قیمتهای خوب و پایین و یه شخص حرفه‌ای، میتونن به کانال لیدر بیتس برن، اونجا باش کانتکت کنن و ازش بیت بگیرن. گروه خیلی خفنی هم دارن، مطمئنم به زودی رپرهای دیگه باش همکاری خفنتری خواهند داشتش. دیگه بس حرف زدن، بریم با هم 3 تا فریستایلی که براتون آماده کردم و ببینیم و بیایم. برو خب اولی لیدر بیتس شبیه کچ بیتسه، بیتس آخرش. آها رفتیم بریم. آه. احساسی میاد. او پوریا پوتک 100% زتا، 100% زتا چی بود؟ زنده با تمام اعتقادها این بود. داره زتا اعتقاد، آره آره همون مرد دوباره اومد همون جای قدیمی رو پله های بانک، آدم ها دورش، توی فرو رفتگی یه دیوار، یه جایی شبیه دل خودش، کارتون رو زمین، کف زیر سرش، چشماش غمگین، کیسه رو تنش، حال جسمیش بد، روحیش بدتر، هوا سرد بود، دستاش سردتر. عشقونو کرده بود دوچار درد، سرما باعث میشد بشه مچاله تر. یه نخ سیگار، آسمون صادق، خیابون سکوت و قبا
هر کی عاشق شده خب یک بار اونم عاشق بود. آسمون صادق، صادق آهنگی به نام آسمون داره یا نه؟ یه لحظه فکر کنم ایهامه. خیابون سکوت قبار تلخ، هر کی عاشق شده خب یک بار اونم عاشق بود. آره خب دل داشت همون بچه‌ایه که روی سرسره بود، فقط این دنیا نذاش بشه دور دوره اون. گوشت لخمه تو به تن اون استخونه، فکر به این زمین گرد به تخمه اون. تنها آرزوی من الان برده اونه، مرد ترد شد کل خونه، پوتک چرا باید گل بخونه وقتی چنین آدمایی توی دنیا مونه. او قشنگ گفت، پوتک چرا باید از گل بخونه وقتی همچنین آدمایی تو دنیا مونه. سوژه خیلی زیاده، چرا خیلی ها میرن سمت که چی؟ ادامه داست فاطمه. اه این چیز بود؟ پیشبینی چی اسم کارتون شما هیچ وقت یاد نگرفتم؟ سمپسونا؟ سیمسونا؟ که مرگ ترامپ رو پیشبینی کرده بودن. نه این اون نبود ولی شبیهش عشقش بود، ولی برعکس زندگیش به کام بود. فاطمه زهرا که نه، ولی فاطمه اونم دیده اون امام بود. دوستش داشت واسه اون اومد به شهر که کار کنه، ولی خب گدا بود. برای چی داره میخونه فاطمه؟ کلیده بود که کلی خواستگار داره، الان فقط واسش یه راه موند. نه این که بخوادش بکو به دینو، عصبی بود کف میگفت بگو به مینو. کلیش فروخت انگار فروخته بودش یه دونه سیب، زیاد نبود ولی بس بود که یه زندگی بسازه واسه یه فاطمه قلبش. واسه همین رفت بلیط بگیره تا که راه بیفته بره سمت شهرش، ولی وقتی رو صندلی انتظار خوابید کیف پولش رو یکی ازش قاپید. چشفا که دیجا تره و بچه نیست، ای خدا به نظر تو بستش نیست. با جفت زانو افتاد به آسمون نگاه کرد، خدا به آسمون نگاه کرد. ببین توی فری استایلش چه داستان قشنگی رو گفت. وقت خیلی از رپرامون توی آهنگاشون فقط میگن من این کارو کردم، من اون کارو کردم، من شاخم، من بدم ادم ادم دب 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 دب. یاد بگیرین یکم، نصف شماست. خدا به آسمون خیره شد، خدا گفت خدا های عدالت تو، گفت خدا نه من نه تو، گفت خدا رسمش نیست و از عصبانیت بعد قلبش ایستاد. مرد و فاطمه عالی بود. دومیش میبینیم واسه تبلیغات بین ویدیو میچرخه، سب میکنیم بچرخه، نمیچرخه، خب ویدیویی نیومد، میزنیم که بره. بیا خب این دوم میشه، این هم باز تو هم فازه. چی قضیه؟ این هم بهش میخوری که همون اجتماعی لافتور باشه. یکی مثل من که آره عاشقته، یکی مثل تو با هر کی پا بده بت، برو با اون که فکر کردی لایقته، اصلا انگار نه انگار دل عاشقته. کار عشق همین بود رو بودنت دل، خیلی چیزا تقدیم میشد از با تو بودنت بم. من یکی نفهمیدم جوونی یعنی چیه، راست از بچگی رسیدم به کهولت سن. وقتی میدیدم چل میشدم، سند نبودین که من عاشقتم، دیوونتم درد نبودیم. من آرزو کردمت ولی حیف برآورده شدن و بلد نبودی. جوری رفتار میکنی که انگار تو آزاری، به من نرسوندی باشه انکار کن آزادی. وقتی کسی هیچ آرزویی نداره، براش فرقی نیستش بین زندان و آزادی. به هر کی تصمیم گرفتی دل بده عشقی، بعد رفتن تم اتاقم شد قرمز و مشکی. دل من جوری برات مریض شده حتی نتونست کمکش بکنه، خب علم پزشکی. دوتاشم رو میز، منم خسته از این دنیا شدم، جفتشم شد خیس بس که انقدر محو رویا شدم. این حق من نیست، خدا بود تقصیر اون یا خودم. عشنگه. این زندگی چیست؟ چرا گوش نمیدی؟ خب با تو هم شاید بگی هیست، منم مثل اون خب یه ناتو هم، ولی بدون هیچ وقت نمیبخشم به خدا تورم. نیخشند هیچ وقت. چه کوتاه بود این یکی، قبلی خیلی طولانی تر بود. این فکرم یه دقیقه شد.
خیلی کوتاه بود. میریم برای آخریش. آه برو پوتک. شعرام خونو تو رگت میاره، بدش به من داشه گلم پول اگه زیانه. پوتک فعالی این چرتی دسته به من بده. شعرام خونو تو رگت میاره، بدش به من داشه گلم پول اگه زیانه. پوتک فعالیتش نی زیاد، این فعالیته که خب پوتکش زیاده. اوه. الان تو اوج چرای هاردم، با اینکه مثل همیشه به تموم تنها. آره یه آدم مهربونم، ولی تو موزیک یه لاشیه به تموم معنا. وقتی بحث رپ وسط ندارم رحمی، هر کی باش خوب باشم بعدی کنه میکنم زخمی. کمربند مشکی داداش کایکو، ویدیو رو دیدی بزن لایکو. بچه زیر زمینی رو زمینی نمیبینیم کوخو، بگی راست میگی بیا یه چیز جدیدی خوب رو کن. حال نمی کنم آجی هستوری، با تو فقط بلدی جنگ کنی تو استوری ها. اگه هیتری چرا خوب ریاکت میری، یهو میبینی توسط فنام دی اکتیوی. خیلی فرق بین نقد و تحقیر، بعدت میاد منو بکنه ویدیو ها تحریم. پوریا پوتک 13 بدون شک. آقا نه قرار نشد دیگه، اولی خیلی طولانی بود، اولی حلوش یه آهنگ بود دو سه دقیقه بود، دومی یه دقیقه بود، این سومی 30 ثانیه. چرا این کار میکنیم با من؟ خیلی قشنگ بود آخریه. بچه این بود ویدیو امروز، امیدوارم خوشتون اومده باشه از این سفیستاری که من آماده کردم. یکی این که اگه به کسی برخورد که نباید بر بخوره، خواستم بگم ویدیو سوم، فریستایل سوم من، منظورم شخص خاصی نیست، کلی بود که آماده کرده بودم، امیدوارم به کسی بر نخوره. جدیدن خیلی داره سوء تفاهم پیش میاد، تقصیر خودمه چون باید توضیحات بیشتری بدم، ولی خب آدم بعضی از مسائل لازم نیست دائما بیاد در موردش حرف بزنه. از حمایت بچهای توییترم ممنونم، خیلی دیروز روز خوبی بود برام، من کارو غالبا کردم، چیزای جدیدی از توییترم یاد گرفتم. اینکه اگه تو توییتر ایموجی نزنی مبنی برای نیست که داری حس تو حتما نباید با ایموجی بیان کنی، من چیزا رو نمیدونستم. چقدر خوب میشه بچهای توییتر بیان واسم توضیح بدن، که حالا خودم امروز شاید یه توییت بذارم قوانینی که تو توییتر هست و برام توضیح بدن، چون من واقعا با این اصلا آشنا نیستم با این قضیه توییتر. آره توییتر خیلی گنده. یه بار این به جایی که فارسی بنویسم انگلیسی نوشته بودم، کلی نقد شده بودم، یا مثلا فهمی کردم حس رو باید با ایموجی بیان کنی، مثلا یه چیزایی به شوخی بود من جدی گرفته بودم، ولی در کل ویدیو آخر من کاملا شوخی بودش. همین، یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید، هر جا هستید موفق باشید، اول از همه پولدار شید و بعد سلامت باشید. گودبای. آقا دمش گرم، انصافا هم فری استایل خوبی بود، فری استایل های خوبی بود، هم ویدیوی جالبی ساخته بود، و چقدر این بشر پرکاره و بزنم به تخته واقعا، یعنی هم این تخته رو میتونم بزنم، هم این تخته میتونم بزنم، تخته زیاد داریم اینجا. و دمش گرم، من خیلی حال میکنم باهاش، یعنی هی میگم چرا زودتر با پوتک آشنا نشدم، قبلا می دونستم پوتک هستا، ولی نمیدونم چرا گوشش نمی دادم. چند بار اینو توی ریاکشن گفتم. الان که حالا دیگه، قبلا فقط آهنگاش گوش می دادم، الان که با یوتیوبش هم آشنا شدم بیشتر برام آدم جذابی شده. خیلی چاکریم، دمتون گرم، حتما سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، نه زنگوله بزنید، لایک بکنید، کامنت بذارین که یوتیوب شما رو نبرونه. دمتون گرم. خیلی چکرین، دوستتون دارم، آقا به خودتون باشین، خدافز.